7 تا پشیمانی رو انتخاب کردم که برات بگم که نباید بذاری آخر عمر بیاد سراغت. پشیمانی اول داستان انتخاب شغله، به خاطر که مهمترین تصمیم استراتژیک بشر برای خوب زندگی کردن داشتن یک شغله. همون شغل یک کانال رزق خداست و از اون رهگذر تو میتونی تمام زندگی رو سامان بدی و مدیریت بکنی. بنابراین اگر انتخاب غلطی داشته باشی راجع به شغل، مطمئن باش که تا آخر عمر قطعا پشیمون خواهی بود. پشیمانی دوم انتخاب همسره، که بگی خدا این کی بود من باشه ازدواج کردم، یک عمر واقعا وقتم تلف شد، زحمت کشیدم، اذیت کردم در کنار یک اردکی که هرگز برای من کمکی نبود و بال پرواز من نبود و من اذیت شدم. لذا اگر بخوای واقعا در چنین تصمیم استراتژیکی درست عمل کنی، باید درست مشورت کنی، بی خودی عاشق نشی و خالص کاری بکنی که بدونی که در کنار انسانی می‌خوای زندگی کنی که اون می‌خواد مادر یا پدر فرزندان تو باشد. لذا بسیار باید دقت کنید. پشیمانی سوم دوستان توست، به خاطر که بیش از 85% از تمام دستاوردهای زندگی تو رو انسانهایی میسازند که با تو مشهورند. لذا در انتخاب هر دوست باید دقت بکنی، به خصوص دوستانی که نزدیک تو هستند که واقعا میتونن بال پرواز تو باشن یا اینکه مانعی باشن در مسیر پیشرفت تو. لذا انتخاب دوست بسیار بسیار مهم است که اگر غلط انتخاب کنی آخر عمر قطعا پشیمون خواهی بود. انتخاب بعدی و تصمیم بعدی و یا پشیمانی بعدی در واقع این هستش که فکر کنی آیا من واقعا تصمیمات درستی گرفته بودم برای آموزش‌های خودم؟ آیا من آموزش‌های لازم رو در طول عمرم و در طول زندگی دیدم؟ یا اینکه نه، واقعا یک عمر بدون آموزش همینطوری باری برجهت زندگی کردم. لذا آموزش بسیار بسیار نقش اساسی رو در دنیای انسان و در رشد انسان و در پیشرفت انسان داره. ولی لذا باید بدونی که از اونجا که تمام زندگی مجموعه تصمیم‌های توست، تصمیم برای آموزش‌های درست از تصمیمات بسیار استراتژیکی میتونه در دنیای تو باشه که به تو کمک کنه که واقعا زندگی قشنگی بسازی و از زندگیت بهره ببری و لذت ببری با دانش و آگاهی خودت. پشیمانی بعدی که واقعا خیلی غم انگیزه در مورد سلامتی انسانه، که فکر کنی که خدایا چه کردم، چرا من مراقب بدنم نبودم، چرا هر غذایی رو خوردم، چرا ورزش نکردم، چرا خلاصه مراقب نبودم که باید چی استفاده، چه موادی، چه غذایی واقعا استفاده کنم که آخر عمر گرفتار این همه بیماری های مختلفی نباشم که همه ریختن سراغ من و واقعا نمیدونم بعد چه کنم، درمانده شدم. و این پشیمانی از پشیمانی های بسیار بدی است که واقعا دیگه کاری نمیتونی بکنی، عمر تلف شد. و پشیمانی بسیار بسیار مهم بعد که باید خیلی خیلی در هر لحظه ای از لحظات زمان دقت کنی اینی که چرا انقدر من واقعا وقتم رو تلف کردم، چرا تایم و زمان رو مدیریت نکردم، بلکه مهمترین سرمایه دنیای من زمان و عمر من بوده است و متاسفانه به دلیل اینکه بلد نبودم، آموزش ندیده بودم، راهنمایی نداشتم، واقعا تلف کردم و واقعا باری برجهت زندگی کردم، علمی زندگی نکردم، دیمی زندگی کردم. و پشیمانی آخر که بسیار بسیار مهمه اینی که واقعا پشیمان باشی که چرا من یک عمر از لحظه های زندگیم لذت نبردم و زجر بردم. خلاصه برای اینکه گرفتار چنین پشیمانی های آخر عمرت نشی، از الان دقت کن و بدون که تمام زندگی شما مجموعه انتخاب های شماست و برای هر تصمیم و انتخابی درست فکر کن، مشورت کن، تا اینکه بتونیم زندگیت به گونه‌ای مدیریت کنی که آخر عمر گرفتار این پشیمانی ها نشوی.